سلام، الهام لواسانی هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای گرامرم خوش اومدید. توی این ویدیو امروز میخوام در مورد اولین تفاوت زمان حال استمراری و زمان حال ساده صحبت کنیم. تو ویدیوی اولمون که این لینکشه در مورد زمان حال استمراری صحبت کردیم. توی ویدیوی دوممون که این لینکشه اونجا هم در مورد زمان حال ساده صحبت کردیم. حالا بیاین توی این ویدیو ببینیم که تفاوت این دوتا چیه و چطوری میتونیم راحت تشخیص بدیم. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب کن که من از سری ویدیوهای گرامر بیشتر برات تولید ویدیو و محتوا کنم. بریم ببینیم که زمان حال استمراری با زمان حال ساده رو این تخته چطوری ما میتونیم به ساده ترین حالت تفاوت این دوتا رو بگیم. ما گفتیم که توی زمان حال استمراری یا present continuous داریم کاری رو همین الان همین روزا انجامش میدیم، یعنی لحظه که داریم ازش صحبت میکنیم که الان داره اتفاق میفته، یعنی اینجاست، اینجا داره حرکت میکنه، یعنی ربطی به زمان گذشته نداره، ربطی هم فعلا به زمان آینده نداره. ما فقط داریم میگیم که این اتفاق این روزا یا الان در حال انجامه، پس در حال اتفاق افتادنه. اما گفتیم که simple present یا زمان حال ساده یه کاریه که به صورت کلی وجود داره، یعنی همیشه داره اتفاق میفته. اگر شما یه چیزی رو دوست داری، اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبلی گفتیم در مورد دوست داشتنت و یا روتینت داری صحبت میکنی، یه چیزی که همیشه هست و تغییری در اون خیلی اعمال نمیشه، پس یه چیزی که به صورت کلی توی زندگی وجود داره. پس ما روی نمودار اینطوری میام تفاوتشو میگیم. حالا ببینیم با هم مثال ببینیم و دوباره با هم اینا رو ریویو بکنیم. مثال ببین، it is raining now، داره بارون میاد، داره بارون میاد، یادتونه داره بارون میاد نشونش چیه؟ من is دارم، اینجا ما ing دارم، پس الان در حال حاضر داره بارون میاد. اینجوری نیست که کلا هوا بارونی باشه، الان داره بارون میاد. What are you doing؟ داری چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ Are doing. What are you doing؟ الان در حال حاضر داری چی کار میکنی؟ من نه به گذشته کار دارم نه به آینده، نه به اینکه کلا تو زندگی چی کار میکنی، الان داری چی کار میکنی؟ اینجا گفتم I'm getting hungry، داره گرسنم میشه. I'm getting hungry، داره گرسنم میشه الان در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم. I'm living with my family. I'm living الان این روزا در حال حاضر با خانوادم زندگی میکنم. I'm living with my family. بیا حالا مثالای simple present رو ببین. یادتونه گفتیم که توی simple present بهتره که از قیود تکرار استفاده کنیم. I always get hungry at night. این چی رو داره میرسونه؟ از یه سری عادتهای من داره صحبت میکنه. عادت من چی؟ آقا من معمولا، که البته اینجا always دارم، یعنی همیشه، همیشه شبا گرسنه‌ام میشه. من آیا اینجا verb ing میبینی؟ یعنی فعل و ing داره میبینی؟ to be verb میبینی؟ نه، اصلا لازم ندارم، من به ساده ترین فعلم نیاز دارم که چیه؟ get hungry. چی؟ پس من کلا دارم وقتی در مورد عادتم صحبت میکنم، از بچگی تا حالا چند سال پیش حالا این عادت رو دارم که من کلا شبا گشنم میشه. مثال دومو ببین. My parents live in Tehran. یعنی خانواده من، پدر و مادر من تهران زندگی میکنن. صحبت در مورد حال حاضر نیست. این آقای نون خشکی هم اومدن. مرسی. خب My parents live in Tehran یعنی چی؟ یعنی والدین من، پدر و مادر من زندگی میکنن در تهران، یعنی به صورت کلی محل اسکانشون تهرانه، نه اینکه در حال حاضر باشه. ببین ما اینجا گفتیم من در حال حاضر این روزها الان فعلا دارم با خانوادم زندگی میکنم. اینجا میگم آقا خانواده من کلن تهران زندگی میکنن، پس گذشته، الان و آینده و ممکنم سالالا زندگی بکنن. حالا میخوام در مورد سوم شخصی صحبت کنم، جک often works hard. یادتونه تو ویدیو قبلی گفتم اگه داری پشت سر یه نفر حرف میزنی حتما فعلشو بهش اسم بده اگه اون شخص مفرده. من حالا همین کارو کردم. این آفنو میبینی؟ باز اینم تو ویدیو قبلی بهت گفتم اگر میخوای در مورد عادتهای یک نفری پشت سرش صحبت کنی یا حسن کلا در مورد عادتهای خودت و آدمو صحبت بکنی، از این قید تکرار استفاده کن که من اینجا آفنو گذاشتم که میشه اغلب. جک آفن ورک هارد، یعنی جک کلا عادتشه معمولا سخت کار میکنه، یعنی کارو بی خیال نمیشه، سخت کار میکنه. She teaches English. اون چی درس میده؟ انگلیسی درس میده. من دارم در مورد یه نفری صحبت میکنم که مفرده و پشت سرش دارم صحبت میکنم، پس باید
اس سوم شخص بهش بچسبونم. خب امیدوارم که تا اینجا تفاوت‌های این دو تا زمانه دیگه براتون جا افتاده باشه. حالا میخوام اینجا بیام سه تا جمله بهت نشون بدم که ممکنه توی فیلم‌ها خیلی ببینی و یه جاهای خیلی بشنویشون. اینجا رو ببین. You are always losing your keys. داره میگه تو همیشه کلیداتو گم می‌کنی. خب چرا من اینجا to be verb دارم، اینجا ing دارم؟ خب مگه نگفتیم اگر در مورد عادت یه نفری داریم صحبت میکنیم که همیشه یه کاری رو انجام میده، پس من باید از simple present استفاده کنم؟ چرا؟ حق با توه، منم اینو گفتم. اما وقتی این جملات رو دیدی you are always losing your keys، این always خیلی مهمه. I'm always making mistakes. من همش دارم اشتباه میکنم. She's always nagging. اونم که همش داره قر میزنه. نگاه کن، من فرمول حال استمراری رو دارم، وسطش یه always هم اضافه شده. پس این چه فرقی داره؟ من که دارم میگم دارم در مورد عادت یه نفری صحبت میکنم. درسته، منتها زمانی که میخوای بگی یه نفر یه کاری رو دیگه شورشو در آورده و تو رو خسته کرده و تو میخوای یه اعتراضی بکنی چون باعث یه مشکلی شده، میندازیش تو این فرمول. این ستا نگاه کن، من دارم اینجا یه حالت قرب انتقادی حرف میزنم، تو هم که همش کلیداتو گم میکنی، یا منم که همش اشتباه میکنم، یا اون که همش قرب میزنه، یا تو که همش سرت تو گوشیته. ببین من وقتی دارم از این ساختار استفاده میکنم که حال استمراریه، درسته دارم در مورد عادتش صحبت میکنم، ولی وقتی میخوام یه انتقادی بکنم و یه قوری بزنم که بگم من این رفتار رو دوست ندارم، باید بنظرمش تو این فرموله. اینم از تفاوت‌ها بود. یادت باشه توی کانال تلگرام نمونه تمرین و جواب‌هاشو برات گذاشتم، اونجا تمرین کن. اگر حس میکنی که جایش هنوز برات جا نیافتاده کامنت بذار، در سریع‌ترین زمان ممکن بهت جواب میدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.